به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک سلیم پویا، توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تکمیل شد. ایجاد حکومت مشارکتی، شورای مصالحه، تقسیم مساوی وزارتها، ریاستهای مستقل، والیها، سفرا و تفویض رتبه مارشالی به جنرال دوستم از بندهای مهم موافقتنامه اند. توافقنامه در حضور دیپلمات‌های خارجی توسط عبدالله عبدالله و اشرف غنی به امضا می رسد. و همچنان یک خبر دیگر، خلیلزاد نظر به ارزیابی امریکا داعش مسئول حملات اخیر در افغانستان است. فرستاده امریکا برای صلح افغانستان گفته است که امریکا ارزیابی را انجام داده است که در آن داعش مسئول حملات اخیر در کابل و جلال آباد است. به گزارش سپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در برگه تویتر خود نوشته است که حملات هفته اخیر در کابل و جلال آباد مربوط به داعش خراسان می شود. آقای خلیلزاد نوشته است حکومت ایالات متحده ارزیابی نموده که داعش خراسان عملات مهم این هفته بر زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داد. داعش تمایل پیهم به این چنین حملات شنیع بر ضد غیر نظامیان و تبارز داده است. این گروه تهدیدی است برای افغانها و برای جهان. نماینده امریکا همچنان گفته است که داعش خراسان مخالف توافقنامه صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است و تلاش می‌ورزد تا همانند عراق و سوریه جنگ فرقه‌ای را تحریک کند. آقای خلیلزاد در ادامه نوشته است عوض افتادن در دام داعش به تأخیر انداختن یا ایجاد موانع برای صلح، افغانها باید با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. به گفته آقای خلیلزاد بهانه‌جویی های بیشتر جا ندارد، افغانها و جهان سزاوار بهترند. یادآوری میکنیم که در دو حمله خونین در کابل و ننگرهار که چند روز پیش صورت گرفت، در حمله نخست بر شفاخانه دشت برچی در غرب کابل دست کم 25 تن به شمول دو کودک جان باختند. سه حمله کننده انتحاری با لباس نظامی به شفاخانه غیر نظامی نسایی ولادی دشت برچی یورش بردند و زنان باردار و در حال زایمان را آمواج قرار دادند. اکثر قربانیان زنانی هستند که یا ولادت کرده بودند و یا در انتظار به دنیا آوردن فرزندانشان بودند. از این رویداد 20 کودک نوزاد بی سرپرست به جا مانده است. همزمان یک حمله کننده وابسته به گروه داعش در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار مراسم جنازه یک فرمانده پیشین خیزش مردمی را هدف قرار داد و 32 تن را کشت و بیشتر از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. گروه داعش بیدرنگ مسئولیت هر دو رویداد مرگبار تروریستی را بر عهده گرفت. حمله به شفاخانه، هدف قرار دادن بیماران و زنان باردار و کودکان نوزاد، خشم و انزجار عمومی را در پی داشته است. مقامات دولت افغانستان تلاش می‌ورزند که مسئولیت حملات تروریستی اخیر را بر عهده طالبان اندازند. چنانچه اشرف غنی دستور است از سرگیری حمله به موازی طالبان داد. صالح و دانش معاونین ریاست جمهوری نیز از همکاری داعش و طالبان در حملات خونین سه شنبه سخن زدند. اما تحریک طالبان در دقایق نخستین رویدادها این حملات را نکوهش کرد و آن را کار کسانی دانست که مخالف موفقیت روند صلح و مذاکرات بین الافغانی هستند. طالبان در بیانیه گفت که این حملات در مهمانخانه استخبارات اداره کابل به گونه مشترک با داعش را اندازی شده است. طالبان مدعی هستند که این حملات به هدف تخریب پروسه صلح، ناکامسازی تلاش های بین‌المللی و تحریک افکار عامه در برابر آنان صورت گرفته است. و همچنان گزارش دیگری از هشت صبح، واکنش ارگ به موضع امریکا در قبال حملات کابل و ننگرهار، طالبان را با عجله نمیتوان بیگناه دانست.
ارگ ریاست جمهوری میگوید که گروه طالبان به دلیل فراهمسازی بستر مطمئن برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانانه، به سایر گروه‌های تروریستی نمی‌تواند از مسئولیت عمله‌های خونین اخیر در کابل و ننگرهار شانه خالی کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی این موضوع ارگ ریاست جمهوری را روز جمعه 26 ثور پس از آن اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت که بررسی های ایالات متحده نشان می دهد که شاخه خراسان گروه داعش حمله های خونین کابل و ننگرهار را سازماندهی و اجرا کردند. سخنگوی ریاست جمهوری اما در یک رشته تویت نوشت که انکار طالبان از دست داشتن در حمله های توریستی اخیر در کابل و ننگرهار برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. او در ادامه ظاهراً در واکنش به موضوع زلمه خلیلزاد در قبال حمله های اخیر در کابل و ننگرهار نوشته است. به این زودی و عجله نمی توان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین برایت داد. حمله بر شفاخانه صد بستر در کابل نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و نهادهای امنیتی روی آن کار می کنند. گروه طالبان صبح روز جمعه یک بار دیگر دست داشتن در حمله های اخیر در کابل و ننگرهار را رد کرده است. این گروه در اعلامیه خواهان بررسی دقیق این رویداد شده و گفته است که در برنامه ایشان حمله بر اهداف غیر نظامی از جمله شفاخانه ها وجود ندارد. با این حال نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان ضمن این که گروه داعش را مسئول حمله های خونین اخیر در پایتخت و ننگرهار عنوان کرده است گفته است که این گروه مخالف صلح بین دولت و طالبان است و نباید در دامی که برای صلح پهن کرده است افتاد. او در یک رشته تویت نوشته است به عوض افتادن در دام داعش و با تأخیر انداختن یا ایجاد موانع برای صلح افغانها باید با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست بدهند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. بهانه‌جویی های بیشتر جا ندارد. افغان ها و جهان سزاوار بهترند. صدیق صدیقی اما گفته است که نزد مردم و دولت افغانستان مانع اصلی روند صلح ادامه خشونت های گروه طالبان است. به گفته صدیقی این گروه بارها خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی برای تامین آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح را رد کرده است. صدیقی افزوده است روزانه شمار زیاد از هموطنان ما در نقاط مختلف و ولسوالی های کشور در نتیجه جنگ و انجام خشونت های طالبان جانهایشان را از دست می دهند. حمله انتحاری روز گذشته در گردیز یک مثال تازه این جنایات است. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری خاطر نشان کرده است که دولت افغانستان هیچگاه از روند صلح عقب نشینی نکرده است و برای برقراری صلح پایدار و باعزت در کشور متحد است. او گفته است که برای رسیدن به این هدف گام‌های اساسی نیز برداشته شده است و نیت حکومت صلح است و هیچ کسی برای این نیت شک نکند. او از جانب دیگر گروه طالبان را متهم کرده است که جنگ را به جای صلح انتخاب کرده است. صدیقی افزوده است نیروهای امنیتی کشور هم برای حفاظت از جان و مال مردم از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید. مهاجمان مسلح روز سه شنبه 23 ثور به شفاخانه صد بستر دشت برچی حمله کردند. در این حمله که وزارت امور داخله اعلام کرد سه مهاجم نقش داشتند. 24 نفر کشته شده و 16 نفر دیگر زخم برداشتند. بسیاری از قربانیان مادران در حال زایمان و کودکان نوزاد هستند. ساعت پس از این حمله یک فرد انتحاری مواد انفجاری خود را در مراسم خاکسپاری شیخ اکرم در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار انفجار داد. در این حمله 32 نفر کشته شدند و بیش از 60 نفر دیگر زخم برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در واکنش به این حمله به نیروهای امنیتی دستور داده است که از حالت دفاعی خارج و حملات تهاجمی را علیه طالبان آغاز کنند. گروه طالبان این دستور را جنگجویانه توصیف کرده است. دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید.
تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.